On April 18, the Iranian nation celebrated the National Army Day. The day was designated by the late founder of the Islamic Revolution, Ayatollah Khomeini, to honor the bravery and achievements of the Iranian military. During a special ceremony marking the occasion in Tehran, Iran's President Mahmoud Ahmadinejad accused the United States and its allies of trying to create a rift in the Middle East in order to sell their weapons. به دنبال ایجاد تفرقه و درگیری‌های منطقه‌ای‌اند. به دنبال تخریب‌اند. به دنبال راه انداختن جنگ بین ملت‌ها و دولت‌ها برای مصرف کردن سلاح‌ها و ایجاد فرصت جایگزینی برای خودشون از یک طرف و بعد هم تخریب و ایجاد فرصت تحکیم پایه‌های Ahmadinejad went on to say that a new Middle East will take shape without the presence of the United States and Israel. بله ملت‌های منطقه هم به دنبال خاورمیانه جدیدند. ملت‌های دنیا هم به دنبال جهان جدید هستند. اما خاورمیانه جدید، جهان جدید بدون حضور سلطه آمریکا بدون حضور رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی به فضل الهی محقق خواهد شد. In recent years, Iran has enhanced its defense capabilities and achieved self-sufficiency in the production of major military equipment and systems. Iran says its military might poses no threat to any country and that its defense doctrine is only based on deterrence. جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدام عملی برای اینکه کسی رو در سطح منطقه تحریک کنه انجام نداده. جمهوری اسلامی فقط از خودش دفاع میکنه، از فرهنگ انقلاب خودش دفاع میکنه. نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریایی که بنده مسئولش هستم همیشه آمادگیش رو در حد 100% نگه میداره و آمادگی داره که در هر جای نیاز باشه از منافعش دفاع بکنه. نمونه ای از تجهیزات پیشرفته برای مقابله با تهاجمات ضد الکترونیکی، نسل جدید تانک ذوالفقار، توپ 23 اتوماسیون نصب شده بر روی خودروی کراز، سامانی رادار نبو، کاستا و مطلع الفجر، اژدر والفجر 2، سامانی موشکی ساحل به دریای ولایت 3، ناوشکن جماران، موشک دریا به دریای نسل 1 و شناورهای هجومی ضربتی شهاب و رد در رژه ارتش به نمایش درآمد. دلاورمردی ها و جانبازی های نیروی دریایی قهرمانمان را در طول سالهای دفاع مقدس و سالهای فعلی فراموش نخواهیم کرد. همزمان با رژه یگانه نمونه ارتش، رژه دریایی شناورهای رزمی، زیرسطحی و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان برگزار شد. حضور مقتدرانه نیروی دریایی در آب‌های آزاد، موشک سطح به سطح C-802، انواع موشک های سجیل، قائم، قدر، ریتارد، قاصد 3، سحاب، شاهین، مهاجر و هواپیماهای بدون سرنشین از دیگر طرح‌های ارتش است که در رژه 29 فروردین به نمایش درآمد.